با عرض سلام خدمت تمام عزیزانی که عضو کانال و دارن این برنامه ها رو نگاه میکنن دانش آموزان عزیز باش کنکوریا ها که امتحان دارن در این مجموع برنامه ها اومدیم بحث لوگاریتم رو شروع کردیم جلسه قبل کامل توضیحات رو دادم بهتون که لوگ چیه و چجوری میشه ازش به جواب رسید و امروز میخوام یه نکته خیلی مهم در مورد روش حل سریع لوگاریتم در هر مبنا و در هر عددی مثل یه ماشین حساب مهندسی بتونید خیلی سریع حسابش کنید و با تقریب خیلی خیلی, خیلی خوب مثلا در حد یک صدم اختلاف مثلا داشته باشه با یه ماشین حساب و این روش خیلی روش خوبیه امیدوارم یاد گرفته باشین و بحث قبل و خوب یاد بگیرید اینم خوب متوجه میشین در قسمت قبل یه نکته مهمی مون که میخوام بهتون بگم اونم علامت لوگه بچه ها. لوگاریتم ها خب اگر مبناشون و عبارت جلوی لوگشون یکی از یکی بین صفر و یک باشه یکی از یک بیشتر باشه جواب منفی میاد نکته خیلی مهمیه مثلا نکن یه آ داشتیم یه ب به این ب میگفتیم چی مبنا خب و به این میگفتیم چی عبارت جلوی لگاریتم خب اسم نداره همون میگیم جلوی لگاریتم که مصابیه با یک جوابی هم داشت دیگه درسته اینم جواب خب من بحثم اینه میگم این جواب یه علامتی داره علامت جواب میخوام با یه نکته بهتون آموزش بدیم میگیم آقا مبنامون یادتونه یه شرط داشت میگفتیم مبنا باید از یک بیشتر باشه از صفر بیشتر باشه و یک نشه این ویژگی رو دقت کنید که مبنامون یک نمیتونه باشه و هرچیه یه عدد مثبت هم باید باشه جلوی لوگ هم یه چیز مثبته. اوکی؟ دقت کنار جلوی لوگ میتونه یک باشه اینجا میتونه یک باشه نکن مثلا لوگاریتم یک بر مبنای ده این با معنیه مثلا جواب داره جوابش هم چنده گفتیم لوگ یک همواره صفره لوگ یک صفره چون ده به توان صفره که میشه یک و به این مبنا ربطی نداره مثل لوگ یک مثلا بر مبنای چند پونزده این هم جوابش صفره چون هر عددی به توان صفر که میشه چند یک ولی این مبنا نباید یک باشه لوگ مثلا ده بر مبنای یک دیگه چیه؟ بیمانیه نمیشه گفت یک به توان چی میشه ده چون هر چی اینجا بنویسم مثلا دو یک به توان دو که میشه یک ده نمیاد که هر چی اینجا بنویسی جواب یک میشه یک میشه و ده نمیشه پس یک چیه؟ غیرقابل قبوله از یک نباید باشه حالا وقتی یک نشه یا میتونه بی من بین صفر و یک باشه خب یه عدد بین صفر و یک باشه یا میتونه بی من از یک بیشتر باشه خب این کلیاتش بود حالا بریم سر اون نکته میگیم آقا لوگاریتم مثلا عدد هفت بر مبنای یک دوم خب یکی از این اعداد از یک بیشتره یکی از این اعداد بین صفر و یکه تو این حالت قطعا علامت جواب منفیه جواب منفی میاد اوکی حالا فرقی نداره این کدومش باشه حالا که مثلا لوگاریتم یک دهم ده بر مبنای هزار الان یکی از اعداد از یک بیشتره یکیشون بین صفر و یک قطعا جواب منفیه این نکته خیلی مهمیه که میخوام یاد بگیرین و ازش استفاده کنید توی تعیین علامت لوگاریتمیا که در مثال هامون خواهید دید حالا بیایید روش سریع رو بهتون یاد بدم آماده باشین طبق گلی که بهتون داده بودیم میخوایم روش محاسبه سریع لگاریتم هر عدد جالبه در هر پایی فعلا پایه ده رو فعلا مبنامون مبنای چیه؟ دهه که اونم نمی نویسیم اوکی؟ بس سر اینه بچه شروع کنم لوگاریتم یک عددی رو مثلا میخوام مثال بزنم تو این روش بهتون یاد بدم مثلا لوگاریتم هزار و دیویست و پنجاه و شیش رو میخوام بر مبنای ده حساب کنم از این بعد این مبنای ده رو ننوشتم یعنی دهه بچه خوب دقت کنید ها. تعداد ارگامش رو بشمارین چند رقمی این عدد چهار رقم داره درسته؟ چهار رقمیه یه دونه همیشه کم کن از این تعداد ارگامش یه دونه کم کن چی میشه؟ میشه سه اوکی؟ این تا این کار خیلی ساده بود از تعداد ارگامش یه دونه کم کن شد سه بعد یه ممیز بزن که دقیقه دقیق حساب کنیم تا الان حدودی حساب کردیم ما اما میخوام ممیزش هم چیکار کنم حساب کنم که چیه دقت کن به این نکته بیا نگاه کن دو رقم اول عدد رو نگاه کن چند دوازده خب من یه جدول راحتی میکشم که با این میخوام پیش بریم و دیگه خودتون ذهنی خیلی سریع حساب کنید بچه ها این دو رقم الان چند دوازده هی. اگر این دو رقم از ده تا پونزده باشه یک دهم ده میاد بعد ممیز اوکی الان این دوازده چیه بین ده و پونزدهه خب این دو رقم اول مهمه بقیه مهم نیستن و بریز کنار اوکی این دوازده تو کدوم رنج از عداده ده از ده تا پونزدهه اوکی پس جواب میشه سه و یک دهم ده تمام الان ما این حسابش کردیم اگه توی ماشین حساب مهندسی هم بزنید همین خواهد آمد اما اگر این دو رقمه از 15 تا 20 باشه و وقت دودهم دهم میشه بعد اشار یعنی بعد ممیز دو می نویسید و چهار تا حالت ها بقیهش خیلی راحتن بعد چی میمونه 20 تا 25 پنج میمونه 5 پنج تا 5 تا میریم 20 تا 25 رو داریم و 25 تا 30 رو داریم خب اگر طبق همین الگو اگر 20 تا 25 باشه 3 دهم و اگر 25 تا ۳ 4 دهم رو یعنی 4 رو بعد ممیز قرار میدید خب اما غیر از اینا دیگه خیلی راحتن حالا دیگه غیر از اینا فقط به یکان توجه کن یکان یعنی از میخوام این رقم اول چه حالا اینجا مثلا هزارگانه این رقم اولتون اگر سه باشه چهار باشه 5 باشه 6 باشه خب دقت کن رقم اول از سمت چپ اولین رقم اگه اینجوری باشه یه بلاوه دو کن خود اون رقم رو مثلا خود سه میشه چی؟ بلاوه دو کن میشه پنج ممیزت بعدش پنجه اگه چهار بود بلاوه دو کن میشه چند؟ شیش یعنی بعد ممیزت شیشه داریم بعد ممیز رو بحث میکنیم و قبل ممیز که خیلی راحت بود یه دونه از تعداد ارقام کم میکردیم حالا تو مثال میخوایم ببینید همشو پنج باشه بلاوه دو کن میشه چی؟ میشه هفت یه ممیز اگر هم شیش بود میشه چی؟ میشه هشت و یه ممیز پس که بلاوه دو برای کدومان برای اونایی یعنی که اولین رقم از سمت چپ از این سمت اولین رقمشون چی باشه؟ سه باشه، چار باشه، پنج باشه، شیش باشه حالا هفت باشه، هشت باشه، نه باشه چی؟ همه اینا رو بعد ممیز نه بذار یعنی خود نه رو قرار بده به جای هفت و هشت و نه نه بنویس یه چند تا مثال بیاید با هم دیگه بریم جلو ببین من می نویسم لوگاریتم 726 خب مبنامونم که دهه آقا چند تا رقم داره؟ چند تا رقم داره؟ سه رقم داره. بس یه دونه کم کن میشه چی؟ دو. خب؟ تا خیلی ساده است. ممیز. حالا نکن اولین رقم من چنده؟ اولیش هفت دیگه. گفتیم هفت باشه. هشت باشه یا نه باشه؟ خب؟ هر کدوم بیاد این اول کافیه شما چی؟ بعد ممیز نه بنویسی. یعنی بعد این ممیز من نه می بس دو ممیز نه جوابشه. چند تا مثال فقط مثال ها رو دقت کنی یاد گرفتی یا کامل جا میفته ببین از اون اولیا بیشتر میخوام مثال بزنم اونا که 10 تا 15 15 تا 20 نگاه کن لوگاریتم 200 مثلا 23589 خب خیلی عدد گنده دیگه درسته ولی با این روش خیلی ساده میشه ها ببین چند تا رقم داره بشمار یک دو سه چهار پنج یه دونه کم کن چهار ممیز خب حالا نکن ببین دیگه یه رقم اول نمیگم میگم دو رقم اول چون تو اون رنج از اعدادی که گفتمه این 23 23 تو کدوم رنج از اعداده بیا اینجا 23 بین 20 اینجا هست کن بین 20 و 25 پس ممیز من بعد چند سه اوکی پس چی میشه 4 ممیز سه هی به اون رنج نگاه کنی دیگه میفته قشنگ نکن یک دهم ده دو دهم ده سه دهم ده هم, از 10 تا 15 ده، یک دهم ده 15 ده. نمکنم بیارم جدولو 10 تا 15 ده، یک دهم ده 15 ده تا 20 دو دهم ده 20 بیست تا 25 بیست سه دهم ده 25 تا 30 چون 14 بعد از سی دیگه اون اولین رقم رو نگاه کن سه باشه 4 باشه 5 باشه 6 باشه بلاوه 2 میکنی خود اون عدد و 3 باشه میشه ممیز 5 چهار باشه میشه ممیز شیش دوتا میاد روش هفت و هشت و نه هم که کلا نه میمیسی مثال صفحه بعد لوگاریتم هشت میلیون و دیویست و سی و چهار هزار و پونسد و و شیش اوکی؟ عدد خیلی گنده ایه میخوایم زود مثل یه ماشین حساب لوگ بگیری چند تا رقم داره بچا چند تا رقم داره شمار یک دو سه چهار پنج شیش هفت تا رقم داره میام یه دونه کم میکنم یه دونه کم کن آقا میشه شیش دیگه نه این از شیش بعد این ممیز بذار بیا دیگه اولین عدد رو نگاه کن چون هشته تو رنج نیست بیام دو رقم نگاه کنم اولین رقم چند ه گفتیم هفت و هشت و نه همون 9. پس اینم هم جزا همون 9 پس جواب 6 ممیز 9 میاد حالا بیاد توی یه حساب صاحب کن اینو بزن دوباره همین عدد به دست میاد و خیلی جالب بیاد یه مثال دیگه همینجا لوگاریتم دیویستو مثلا صدو حالا اینجوری مثال بزنم صدو 1625 چند جوابش 1 2 3 تا رقم داره کم کن یه دونه میشه 3 خب حالا دیگه دو رقمش باید نگاه کنیم چون 16 جز اون رنج از اعداد ماست 16 کدوم رنج بود به اینجا 15 تا 20 اینجا میشه 16 بین 15 تا 20 پس بعد ممیزش یه دو باید بنویسم تمام سه ممیز دو هی hey, تمرین کن چند خودت عدد بده مثال بزن قشنگ این بیا توی مغزت بشینه یه دیگه, دیگه خیلی جالبن مثلا لوگاریتم هر عدد دلخواه چی بزنیم؟ مثلا لگاریتم 1356 و و چند تا رقم بیام دیگه ها 8 9 7 مثلا این عدد 13 میلیون و 0 13 میلیون و 568 هزار و, نو سد و هفتاد. ببین واقعا داریم لگاریتم میگیریم ها ببین دیگه واقعا مثل ماشین حساب شده ها عجیبه برات ببین این روش رو خیلی خوب یاد بگیر الان چند تا رقم میبینم اینجا یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت تاز یه دونی جمع کن هفت ممیز خب الان بیام یه رقم جدا کنم نگاه کنم از سمت چپ نه چون دیگه ببین دو رقمیش جز رنج از اعداد گفته شده ماست چی شد؟ سیزده شد پس سیزده تو کجا قرار گرفته؟ بیا اینجا آقا سیزده از ده تا پونزده دیگه قبول داری؟ بین ده و پونزده پس بعد ممیزت یک باید قرار بدی و حاصل هفت و یک دهم ده خب. چند تا مثال دیگه میخوام با هم حل کنیم لگاریتم پنجاه و پنج هزار و دیویست و سی و یک جواب آقا پنج رقمیه یه نکم میکنم چهار بعد دیگه اولین رقم برای مهم از سمت چپ این پنجه پنج چی بود؟ نکتهش آقا پنج و گفتیم دیگه سه و چهار و پنج و شیش اگر دیدی یه دو تا اضافه کن بهش بلاوی دوش کن پنج میبینم دیگه چی؟ هفت میبینیسم اینجا پنج چی شد؟ بلاوی دو شد اینم از قانون سه و چهار و پنج و شیشش ها؟ قانون هفت و هشت و نهش چی بود؟ آقا خود نهو بذار بعد قبل اینا قانون داشتیم ده تا پونزده اگر بود یه دهم ده پونزده تا بیست اگر بود دو دهم 20 تا 25 اگر بود 3 دهم 25 تا 3 اگر بود 4 دهم اوکی خیلی روش خوبیه بعدا جالبه برید با ماشین ساب حساب بکنید اونایی که ماشین دارن یا از, از طریق آنلاین توی اینترنت بزن ماشین سابه محاسبی لوگاریت میاره و دقیقا همون اعداد خودت بزن و خودت اول به دست بیار بعد برو جواب و نگاه کن واقعا کیف میکنی یعنی جواب ها واقعا یکسان میاد مگر اینکه بعضی وقتا یه دو سه صدم اختلاف داشته باشه مثلا تو آوردی هفت م... مم... چهار ممیز هفت جواب واقعیش چهار ممیز شست و نه صدم بوده خب آقا این دیگه همون دیگه هفته حساب میشه دیگه این تقریبا هفتاد دیگه این هم همون هفته حساب هم میشه خیلی یعنی تغییر با کمترین خطا جواب هر لوگی به دست میاد این شد لوگ بر مبنای دهتون حالا مثلا مبنا رو چیکار کنم یه چیزیه بدن لوگاریتم مثلا 1432 بر مبنای 726 آ این چیزی شد یه مبنات عوض شد اینو یه روشی بهتون بگم تبدیل کن به مبنای ده چطور بگو لوگاریتم 1432 بر مبنای ده بوده اینم لوگاریتم هفتصد و بر مبنای ده بوده همه رو به مبنای ده ببر و چون مبنای ده و بلدی دیگه چیکار کن حل کن و جوابها رو تقسیم کن من ببین الان این بالایی جوابش هم میشه ببین خیلی سریع یک دو سه چهار تا رقم داره یه کم کن میشه سه ممیزه حالا این دو رقمش دو رقمش چهارده چهارده کدوم رنج بود از ده تا ده دیگه نه تو این رنج از اعداد باشه چی بود یک دهم ده بود بعد ممیز پس بالا شد سه و یک دهم ده اوکی به همین راحتی و به همین سرعت هفت و 726 و بگید به من سه رقم داره جواب می شود دو ممیزه خب حالا رقم اولش مهمه چون هفته رقم اولش هفت باشه هفت و هشت و نه همون نه اوکی دو و نه پس بچه ها جوابش شد سه, سه ممیز یک بروی دو نو. دیگه خب ریاضی بلد دیگه میشه سی و یک و نو هم آقا سی و, یک بیست و از بیست و نو, بیست و نو هم یه ذره بیشتره جوابت از یک یه ذره بیشتر میشه پس حدودا سی و یک بیست و نو هم. مثلا بگیر یک و یک ده هم این چی میگم؟ یعنی مثلا 29 29 نو... هم تازه یکه این یه ذره 31 از 29 تا بیشتره یه ذره از یک بیشتره حدودا مثلا یک و مثلا بگیریم مثلا یک دهم حدودی حالا واقعا برو اینو تقسیم کن تا دقتش بیشتر هم بشه پس در هر مبنای ما اینو میتونیم انجامش بدیم و بسیار بسیار نکته کاربردی و مهمیه و میتونید توی مسابقه خوش شرکت کنید اونایی که توی مسابقات میرن ذهنی ضرب و تقسیم انجام میدن شما برید بگید, بگید آقا من لوگ هر عددی رو لوگ چند میلیارد هم حساب میکنم براتون توی چند ثانیه کافیه فقط تعداد ارقامش رو بفهمی یه دونه کم کنی یه ممیز بعد جلوش بذاری بعد اول عدد رو از سمت چپ نگاه کنی سه و چار و پنج و شیش بود دو تا اضافه کن به اون عدده هفت و هشت و نه بود نه بزن و بین رنج ده تا پونزده بود یک دهم ده پونزده تا بیست دو دهم 20 بیست تا بیست پنج سه دهم و بیست و پنج تا سی چهار دهم اوکی خیلی راحته امیدوارم که لذت برده باشین یاد گرفته باشین و کانال ما رو دنبال کنید به دوستاتون بگید و از همراهیتون سپاس گذارم تا یه مستانی دیگه یه برنامه آموزشی دیگه شما رو به خدای مهربون میسپارم خدا نگهدارتون